در ساعت 7 بامداد تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه به چشم انداز بامدادی خوش آمدید. درود بر شما، داریوش رجبیانم. دوشنبه است، 1 اردیبهشت 20 آوریل و دنیا همچنان دنیای کرونایی است. فرماندار نیویورک آمریکا گفته به زودی کارزار آزمایش کووید 19 در ایالت نیویورک به شکل همگانی آغاز خواهد شد. ترکیه از لحاظ شمار مبتلایان به کرونا در آسیا اول شده و برزیل هم در آمریکای جنوبی. در ایران کرونا همچنان قربانی میبرد، آمار رسمی همچنان رو به شیب است. همین اینها رو در برنامه امروز داریم. از کرونا در افغانستان هم حتما خواهیم گفت و گزارش گفتگوی ویژه داریم درباره امروز 1 اردیبهشت که روز جهانی سعدی است، افزون بر مطالب بسیار دیگر. سرآغاز همین اینها تازه ترین خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. خبرهایی که همکارم محمد صباحی تایکنه برنامه تدوین کرده برایش ما عرضی میکنم. بنابر اعلام دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، همه موارد گزارش شده ابتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 2,368,000 تن رسیده و شمار جان باختگان بالغ بر 163,000 تن است. شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا از مرز 40,000 تن گذشته که تقریبا نیمی از آنها متعلق به ایالت نیویورک است. فرماندار این ایالت گفته که به زودی کارزاری جدی و فراگیر برای آزمایش پاتن به راه خط انداخت تا شمار مبتلایان به ویروس کرونا مشخص شود. در همین حال ویروس کرونا در ترکیه بیداد کرده. آخرین شمار رسمی جان باختگان همگیری کرونا در این کشور در ترکیه به دست کم 2017 و شمار مبتلایان هم به بیش از 86,000 تن رسیده. به این ترتیب ترکیه با پشت سر گذاشتن چین و ایران، پس از آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، بیشترین شمار مبتلایان به این کرونا به این ویروس را در جهان گزارش کرده و بیشترین آمار ابتلا به کرونا را در آسیا دارد. این در حالی است که نخستین مورد کرونا را 40 روز پیش اعلام کرده بود ترکیه و پیش از آن مرزهایش را بسته بود. در ایران بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های دولتی، شمار کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 82,000 تن و جان باختگان هم به حدود 5,200 تن رسیده. حسن روحانی رئیس جمهور که خبر از بازگشایی زیارتگاه‌ها از نیمی اردیبهشت جاری داده، در این حال گفته که رفع محدودیت‌ها تدریجی خواهد بود. این حالت پلکانی هر قدمی که ما برمی‌داریم، بعد خب بهداشت درمان همه اینا رو میسنجه، بررسی میکنه، وزارت کشور با استاندارهاش مداوم بررسی میکنه. اگر ببینیم یه جایی مشکلی داره ایجاد میکنه، خب حتما ما ناچاریم قدم رو پس بگذاریم. خبرهای جهان از بی بی سی فارسی در لندن. در افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 1,000 تن رسیده و 33 تن هم بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور، کمبود وسایل تشخیص کرونا نگرانی های تازه ایجاد کرده. سجاد محمدی در کابل. در حالی که شمار افراد مبتلا به کرونا در افغانستان روز به روز در حال افزایش است، وزارت صحت عامه از کمبود وسایل تشخیص این ویروس خبر می‌دهد. شکایت از کمبود وسایل تشخیص این ویروس در ولایات مختلف نیز مطرح شده است. یکی از این ولایات هرات در غرب افغانستان است که تا هنوز بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا در آن به ثبت رسیده. و از کانادا گزارش شده که مردی مسلح دست کم 16 تن را در ایالت نوواسکوشیا به شلیک گلوله از پای در آورده. خبرهای جهان در bbcpersian.com. درود بر همراهان چشمانداز بامدادی بی بی سی. در بامداد دوشنبه، نخستین روز اردیبهشت 1399، داریوش رجبیانم با شادباش حلول دومین ماه بهار در نیمکره شمالی این کره خاکی، هرچند بهار امسال کرونا زده است و خبرهای ما هم به همین شیوه. البته تلاش ها برای پیکار با کووید 19 بالا گرفته. اندرو کوما، فرماندار نیویورک آمریکا، ایالتی که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونایی را دارد، گفته که به زودی کارزار سراسری و بسیار فراگیری از آزمایش پاتن کووید 19 را آغاز می کند تا تشخیص شود که
چه تعداد از مردم این ایالت به ویروس کرونا گرفتار شدند. به گونه‌ای که 14,000 تن در هفته قرار هست که تست بدهند. در آسیای صغیر هم اوضاع کرونا به سامان نیست. تازه ترین آمار ویروس کرونا در ترکیه نشان می‌دهد که موارد ابتلا به کووید 19 در این کشور از چین خاستگاه ویروس جدید کرونا پیشی گرفته، با بیش از 86,000 مبتلا، بالاترین آمار رسمی در سراسر آسیا. در واقع ایتالیا نوید روزهای بهتری را می‌دهد با کاهش موارد مرگ و میر کرونایی. دیروز 433 تن در این کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان دادند. برزیل در رأس کشورهای کرونا زده آمریکای جنوبی قرار گرفته با 300 مورد مرگ در یک روز واحد که دیروز گزارش شد. از ایران هم خبرهای کرونایی بسیاری داریم که بعداً خواهیم پرداخت. نخست طبق معمول این چند هفته اخیر به جهان و از جمله به آمریکا بپردازیم که بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در جهان رو داشته در این روزها، بر پایه آمار رسمی البته. پس یک راست به آمریکا بریم. پهلوی همکارم خشایار جنیدی که همین حالا در واشنگتن با ما همراه هست. خشایار، امیدوارم به دور از گزند روزگار باشی در کشوری که شمار موارد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا خیلی زیاد هست، از 40,000 گذشته در واقع مرگ و میر کرونایی در آمریکا. اما بذار از کل جهان نخست شروع بکنیم. در جدول ابتلا و مرگ و میر کرونایی جهان که دارم میبینم، همچنان اسپانیا و ایتالیا بعد از آمریکا هستند. ایتالیا با تعداد مرگ بیشتر. کلن اوضاع کرونا در دیگر نقاط جهان چطوره؟ حالا همونطور که اشاره کردی، امروز اعلام شد با توجه به آماری که وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد، این کشور از هر کشوری دیگری خارج از آمریکا و اروپا بیشترین تعداد فرد مبتلا به ویروس کرونا رو داره. از چین و ایران ترکیه جلو زده، در رده هفتم جهانی هست. و وقتی به جدولی که دانشگاه جان هاپکینز داره منتشر میکنه نگاه میکنید، میبینید که قبل از ترکیه فقط کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار دارند. ترکیه در حال حاضر گفته شده که 86,306 بیمار شناسایی شدند که مبتلا به ویروس کرونا هستند و حدوداً 2017 نفر هم جانشون رو به خاطر کووید 19 یا ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. این در حالی است که در ترکیه در شنبه و یک شنبه گذشته برای دومین بار در تعطیلات پایان هفته در استانبول، آنکارا، شهرهای عمده و به طور کلی در 31 استان قرنطینه کلی اعلام شده بود و تصاویر منتشر شده از ترکیه را که نگاه می‌کنید می‌بینید که خیابان‌های استانبول که همیشه شلوغ هستند خالی از افراد هستند و بیشتر جولانگاه گربه‌ها و سگ‌های خیابانی هستند. اما در دیگر نقاط جهان، اسپانیا که در رده دوم جدول هست حدوداً 200,000 بیمار داره و تعداد درگذشتگان ویروس کرونا در این کشور از رقم 20,000 گذشته، اعلام کرد که تصمیم داره که محدودیت‌هایی که برای حضور کودکان در خیابان‌ها در خارج از خانه، تردد در اماکن عمومی اعمال کردن رو یک مقدار تسهیل کنند. کودکان اسپانیایی از 14 مارس 24 اسفند تماما در خانه بودند و بعضی از مقامات دارند ابراز نگرانی میکنند نسبت به وضعیت اونها. میگن که بهتر هست کمی هم به خیابانها بیان با رعایت ضوابط بهداشتی و دولت اعلام کرده که از 27 آوریل 8 اردیبهشت این اجازه رو به کودکان خواهند داد. در دیگر نقاط دنیا هم اشاره می‌کنم به برزیل که دارای بیشترین تعداد مبتلایان و درگذشتگان در آمریکای لاتین هست. در کل در آمریکای لاتین 100,000 نفر گفته شده که مبتلا هستند. این رقم در برزیل حدود 38,000 بیمار هست و بیشتر از 2,000 نفر هم جانشون را از دست دادند. با این حال افرادی که مخالف اعمال محدودیت‌های قرنطینه در از سوی دولت‌های محلی هستند، یک شنبه در برزیل پایتخت جمع شدند، تظاهرات کردند. رئیس جمهور برزیل هم در جمع این افراد حاضر شد و از اونها حمایت کرد. حالا اگه میشه خیلی کوتاه از ایالات متحده آمریکا هم بگیم خشایار، که اونطور که گفتم شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور از مرز 40,000 تن گذشته. تازه ها چیه؟ کوتاه لطفاً.
بله همینطور آمریکا بیشترین تعداد بیماران و درگذشتگان از کرونا رو داره در حال حاضر. بیشتر از 41 حدود 41 هزار نفر جانشون رو از دست دادن، بیشتر از نزدیک به 800 هزار نفر بیمار هستند در آمریکا. کماکان شاهد اختلافات و بگو مگوهای سیاسی بین فرمانداران دموکرات و کاخ سفید آقای ترامپ هستیم. هواداران آقای ترامپ بعضیشون در بعضی از ایالت هایی که فرمانداران دموکرات هستند تظاهرات کردند، خواهان برداشتن محدودیت های قرنطینه شدند. آقای ترامپ از اونها حمایت کرده و امروز شاهد این بودیم که بعضی از فرمانداران دموکرات علیه آقای ترامپ انتقاد کردند و سخنان او درباره ضرورت برداشتن قرنطینه رو یک مقدار همراه با توهم ابراز کردن هست. اندرو کومو فرماندار نیویورک به خصوص صحبت از این کرد که نباید احتیاط رو از دست داد و دست از تلاش برای مقابله با کرونا برداشت. سپاس فراوان خشایر. با همکارم خشایر جنیدی در واشنگتن صحبت میکنم در مورد وضعیت کرونا در جهان و به خصوص در آمریکا. اما در آمریکا فرمانداران ایالت‌های به شدت آسیب دیده نیویورک و نیوجرسی که همچنان خواهان تمدید مقررات کرونایی هستند، از جمله قرنطینه هستند، مخالفان سرسختی هم دارند. قشر محافظه‌کار جامعه این محدودیت‌ها را الزامی نمی‌داند و معترض است. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بنا به قوانین این کشور زمان و چگونگی رفع قرنطینه و آغاز فعالیت ها و کارهای اقتصادی را بر عهده فرمانداران این ایالت ها گذاشته. در این حال او اخیراً در صفحه توییترش خواهان کاهش هرچه زودتر محدودیت ها در ایالت های مختلف شده بود و این عمل را آزادسازی این ایالت ها خوانده بود. کامبیز فتاحی از واشنگتن نگاه انداخته به این اعتراضات هواداران دونالد ترامپ. اعتراضات محافظه‌کاران علیه تدابیر قرنطینه در ایالت‌های مختلف آمریکا ادامه دارد. معترضان عمدتاً طرفداران دونالد ترامپ هستند. ویروس کرونا را چندان خطرناک نمی‌دانند و محدودیت‌های مرتبط با آن را غیر ضروری می‌بینند. خطری بزرگتر علیه آزادی‌های فردی و اقتصاد کشور. دولت از این ویروس بهره برداری و در خطرش مبالغه کرده. در ایالت ما فقط 37 نفر فوت کردند که رقم خیلی کمیه. روز یکشنبه در ایالت‌های واشنگتن، آریزونا و کلرادو علیه سیاست‌های قرنطینه و تعطیلات دست جمعی اعتراضاتی برگزار شد. اعتراضاتی که یک مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا اخیراً آن را با اعتراضات مدنی سیاه‌پوستان آمریکا در دهه 1960 میلادی مقایسه کرده بود. آقای ترامپ اما اتهام تحریک مردم و دامن زدن به اعتراضات در بحبوحه یک اپیدمی مرگبار را به طور مستقیم نپذیرفته. من میدونم که اعتراضات زیادی در جریانه. میدونم که بعضی فرماندارها زیاده روی کردن. خیلی از مردم ما دوست ندارن بهشون درباره کاری که دارن انجامش میدن دستور داده بشه. و اعتراض کوچکتر مخالفان به عملکرد دولت در نیویورک، مردمی که میگویند سیاست‌های دولت آقای ترامپ ناکارآمد بوده و نتایج مرگباری داشته. در حال حاضر برخی از ایالت‌ها از جمله اوهایو، تگزاس و فلوریدا گفتند که می‌خواهند تا کمتر از دو هفته دیگر بخشی از محدودیت‌ها را برطرف کنند. در این میان اما در ایالت‌هایی مانند میشیگان، مقامات هر گونه لغو محدودیت را فعلا منتفی دانستند. اعتراضات موافقان و مخالفان سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال بحران کرونا در این کشور، عده این سیاست‌ها را سازنده می‌دانند و برخی هم سوزنده یا ناکارآمد، آن هم در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است 13 آبان ماه یعنی 3 نوامبر امسال آنجا برگزار شود، که انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی به مسافه جو بایدن رقیب دموکراتش برود. شکی نیست که کرونا و نحوی مدیریت بحران این همه‌گیری هم در کانون بحث‌ها خواهد بود در این کارزار انتخاباتی. از همین حالا می‌شود نگاهی به این موضوع داشت با آرش آرامش.
حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در واشنگتن. شب شما بخیر و خوشی در پایتخت آمریکا آقای یارمش. در جای هستین که قراره به زودی درگیر هیجان انتخاباتی بشه، انتخاباتی که با همگیری کووید 19 مصادف شده و طبعا این موضوع اونجا موج خواهد زد، از ابعاد مختلفش صحبت خواهند کرد و بررسی خواهد شد، از مرگ و میر بسیار بالاش در آمریکا گرفته تا تاثیراتش بر اقتصاد و عرصه‌های مختلف در زندگی آمریکا. تا اینجای کار فکر می‌کنی که بحث مدیریت بحران کرونا در آمریکا چقدر سیاسی شده؟ آقای آرامش، من می‌بینم که دارن صحبت می‌کنن و متأسفانه صدای آقای آرامش رو من نمی‌شنوم و تلاش می‌کنیم که به ایشون به زودی برگردیم و این صحبت رو حتما تلاش می‌کنیم که ادامه بدیم با آرش آرامش در واشنگتن آمریکا. و اما در ایران 1343 مبتلای دیگر به کووید 19 و 87 جان باخته، آماری است که دیروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد. بدین ترتیب شمار همه گرفتاران کووید 19 در ایران بنا به آمار رسمی به 82211 تن رسیده و 5118 تن هم جان دادند. این دولت میگوید آمار روزانه مبتلایان و قربانیان کووید 19 باز هم کمتر شده، اما رئیس شورای شهر تهران با استناد به تحقیقات مراجع تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که آمار واقعی بسیار بیشتر است. گزارش داریم در این باره از علی همدانی که با صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران آغاز می شود. هم بستری ها کمتر شدن، تکرار حرف های چند روز گذشته که همه چیز خوب است و تکرار این توصیه در اوج بحران کرونا به مردم که خودشان به یکدیگر کمک کنند. همه مردم به یاری افراد نیازمند بشتابند. به هر حال میشه از طریق مالی، از طریق کالاها و اجناسی که مورد نیاز مردم هست به اونها هدیه داده بشه. و بعدی احتمال بازگشایی اماکن مذهبی، از جنجال برانگیزترین نقاط در دوره شیوع بحران کرونا تا نیمه اردیبهشت. آقای روحانی به طور ضمنی گفت که تصمیم بازبینی امکان بازگشایی اماکن مذهبی در نیمه اردیبهشت زیر فشار حوزه علمی قم گرفته شده. البته جلسه اول پیشنهاد پایان اردیبهشت بود، منتها خب جناب آقای عرافی که از حوزه علمی قم در اینجا حضور دارن، ایشون نظرشون این بود، اعضا هم همه قبول کردن که پایان اردیبهشت رو ما بذاریم نیمه اردیبهشت. آقای روحانی همینطور گفت که تصمیم به بازگشایی شغل‌های به گفته او با ریسک متوسط بر اساس آزمون و خطا است. مشاغل به طور پلکانی باز می‌شوند تا عواقبش در این مورد، یعنی شیوع بیماری، توسط وزارت بهداشت سنجیده شود. در واقع مردم عزیز ما بدونن این حالت پلکانی هر قدمی که ما برمی‌داریم، بعد خب بهداشت درمان همه اینا رو میسنجه، بررسی میکنه، وزارت کشور با استاندارهاش مداوم بررسی میکنه. اگر ببینیم یه جایی مشکلی داره ایجاد میکنه، خب حتما ما ناچاریم قدم رو پس بگذاریم. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 1343 مبتلای جدید شناسایی شده و تنها 87 نفر جانشان را از دست دادند. تردید روزافزون نسبت به این آمار حتی در میان مقام‌های حکومتی، از جمله محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که گفته تصور عادی شدن شرایط بر اساس آمار رسمی ممکن است بستر اتخاذ تصمیماتی در مورد رفع محدودیت‌ها شود، در حالی که به گفته آقای هاشمی برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظرات متخصصان و سایر بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار ابتلا و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. محسن هاشمی دلیل بالا بودن آمار ابتلا و مرگ در ایران را از جمله تأخیر در اعلام عمومی ورود کرونا به ایران و ثبت دلیل مرگ قربانیان با نام‌های دیگر از جمله اختلال تنفسی عنوان کرده. آقای دکتر نکنه سالی که نکوز از بهارش پیداست همین اول. وزیر آموزش و پرورش شب گذشته در این برنامه تلویزیونی از موفقیت آموزش از راه دور از طریق اینترنت سخن گفت و شبکه آموزشی به نام شاد، در حالی که امکان ارزیابی ضریب نفوذ این شیوه آموزشی از جمله به دلیل اختلال گسترده اینترنت در ایران وجود ندارد، اظهارات روز گذشته سخنگوی کمیسیون مجلس پرده از پاره از این مشکلات برمی‌دارد. برخی از معلمان شاید در همین گوشی که باید داشته باشن مشکل دارن. دانش آموزان خیلی هاشون ندارن. اونایی که دارن، والدین و دانش آموزان باز باید پیشرفته باشه، باز همین مشکل وجود دارد. مشکل اینترنت خیلی جاها فوق العاده زیاد است. قله بلند مشکلات بحران کرونا
شیوه مقابله و مدیریت این بحران در ایران مورد انتقاد بسیاری است. مقامات از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران میگویند آنچه میکنند بر اساس فرهنگ مردم است. رفتار عمومی ملت عزیز ماست. دغدغه و فتوای تازه آیت الله خامنه‌ای. او گفته آنهایی که نگرانند روزه ماه رمضان در دوره کرونا برایشان مضر است، روزه نگیرند. کرونا در ایران، علی همدانی گزارش میداد، یادآوری میکنم که به آمریکا باز خواهیم گشت و ما از کرونا در اینجا هم دور نمیرویم با مطالب روزنامه‌های صبح امروز تهران که فرشته غازی در آتلانتای آمریکا مرور کرده. بررسی روزنامه‌های امروز تهران را در بخش نخست شروع میکنیم با سوال از پی سوال بی هیچ جوابی از همدلی، توقف آموزش مناطق محروم، بیگوشی بی اینترنت از شرق و حواشی غمگین شبکه شاد از صبح نو. خانم غازی، مطلب اول از همدلی درباره صحبت‌های دیروز حسن روحانی رئیس جمهور که دولت تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی رو جلو کشیده به درخواست مدیر حوزه‌های علمیه و به شدت انتقاد کرد از این موضوع، چرا؟ همینطور فضل‌الله یاری در این روزنامه نوشته که این سخن رئیس جمهور بدون تردید نشانه بدی از تزلزل در تصمیمات دولتیه که دوبار رأی از مردم گرفته، اما واقعیت اینه که در این مورد به خصوص دیگه رأی مردم مورد نظر نیست، بلکه جان مردمی که تهدید میشه. و آیا روحانی این بار تضمین میده که 15 روز زودتر بحران کرونا تموم میشه؟ و آیا مدیر حوزه های علمیه در پیامدهای این تصمیم در کنار روحانی خواهد ایستاد؟ دو مطلب بعدی که انتخاب کردین خانم غازی مربوط به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی شاد هست که در گزارشی که شنیدیم به اون اشاره شد. روزنامه شرق میگه که این برنامه کاربردی شاد جایی در آموزش پرورش کشور نداره، چرا؟ در واقع شهرزاد همتی در روزنامه شرق معتقده که جایی برای عدالت آموزشی نداره اپلیکیشن شاد، و این اپلیکیشنی هست که از سوی وزارت آموزش و پرورش طراحی شده، به شدت مورد انتقاد هست از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌ها در داخل ایران. خانم همتی این طور توضیح داده که نبودن زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از نقاط ایران صدمات جبران ناپذیری به دانش آموزان کم برخوردار می‌زنه. بسیاری از اونها رو از تحصیل باز می‌داره و مسئله اینجاست که بسیاری از خانواده‌ها برای اینکه نمیتونن لوازم و تحریر فرزندان خود رو تهیه کنن، از فرستادن فرزندانشون به مدرسه ممانعت می‌کنن. اکنون اونا چجوری میتونن شرایط آموزش آنلاین فرزندانشون رو فراهم کنن؟ و در همین مورد روزنامه صبح نو تیتر طعن‌آمیزی داره، حواشی غمگین شبکه شاد، چه میگه؟ عارف چراغی هم در این روزنامه به نداشتن گوشی‌های هوشمند، عدم بهره‌مندی از اینترنت مناسب و پرسرعت در شهرستان‌ها و روستاها به عنوان بخشی از دغدغه این روز خانواده‌ها برای پیوستن به شبکه شاد اشاره کرده و نوشته که اختلال در نصب و عضو شدن در این شبکه هم یکی از اصلی‌ترین مشکلاته. آقای چراغی به وضعیت دانش آموزان استان‌های محروم اشاره کرده. سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ایلام و بخش‌هایی از لرستان به اعتقاد نویسنده از جمله مناطقی هستند که دانش آموزان نسبت به دیگر مناطق محرومترند. مدارس کفری، کمبود معلم، نبود اینترنت و از همه مهمتر وضع مالی نامناسب خانواده ها دانش آموزان را از دسترسی به این نرم افزار محروم کرده. باز هم روزنامه داریم از تهران که در ادامه برنامه با فرشته غازی سراغشون رو خواهیم گرفت. حالا برگردیم طبق وعده به آمریکا، به آرش آرامه، شوقدان و کارشناس امنیت ملی در واشنگتن، که می‌خواستم درباره بحران کرونا و تأثیر اون بر کارزارهای انتخاباتی آمریکا صحبت بکنم. درود بر شما آقای آرامش، خوشحالم که حالا شما رو می‌بینم و امیدوارم که صدای شما رو ما هم بشنویم. سوال اول من این بود که تا اینجای کار فکر می‌کنین بحث مدیریت بحران کرونا در آمریکا تا چه اندازه سیاسی شده؟ به صورت کامل سیاسی شده. از طرفی اگه با دموکرات‌ها صحبت کنید، اونا علاقمندن به اون کاری که فرمانداران دموکرات کردن یا رئیس مجلس نمایندگان خانم نانسی پلوسی میخواد انجام بده. با جمهوری خواه و طرفدار آقای ترامپ صحبت کنی، اونها طرفدار آقای ترامپ هم میگن ببین ما چه کار مهمی کردیم و چقدر پیشرفت شده و غیر و ذالک. و از اون طرف هم دو طرف از همدیگه انتقاد دارن. آقای ترامپ میگه بیان ایالت میشیگان رو آزاد کنید چون فرماندار گفته که خونه بمونید. از اون طرف دموکرات ها میگن که رئیس جمهور دیر اقدام کرد، یا اینکه الان داره به بعضی از این پکیج های کمک نقدی اینها در اون به قشر متوسط تفکر و توجه نمیشه. ولی هر دو طرف دارن همدیگر رو حمله میکنن و اون صعود اولیه
نظرسنجی ها در نظرسنجی آقای ترامپ که تا همین یک هفته و نیم پیش نزدیک به 50 بود، یعنی 47-48 بود، الان رسید به 43% موافقت، 43% تایید، ولی 53% با ایشون تضاد دارن و تایید نمی کنن و این نمرات خوبی برای شخص رئیس جمهور نیست. هر دو طرف اونطوری گفتین به همدیگه حمله میکنن، ولی حتما نظر سنجی های در این زمینه صورت گرفته یا مشاهداتی که بگن افکار عمومی آمریکا به عملکرد دولت در قبال بحران کرونا چه میگه؟ ببینید گالاپ امروز یکی از بزرگترین نظرسنجی های آمریکا هست. امروز رئیس جمهور 43% داشت. همینجوری میاد از راسمیوسن داشتیم نگاه میکردید، اون رئیس جمهور بین 44 تا 46 داشت با 3% مارجن آف ایرر، اختلاف یا اشتباه آماری. و یه روز یک شنبه، از پنج شنبه تا یک شنبه، سی بی اس و واشنگتن پست یه سری آماری کرده بودن و منتشر کردن، اون هم باز رئیس جمهور زیر 45% داشت. خود شبکه فاکس نیوز و وال استریت جورنال، دو تا مؤسسه محافظه کار و هر دو مال آقای روپرت مرداک، یعنی عملا مال یک کمپانی هستن، اونها هم رئیس جمهور زیر 50% دارن. تنها آزمون یا قول معروف اون نظرسنجی که رئیس جمهور بالای 50% داشته، نظرسنجی هستن که با مارجین ایرر، یعنی اختلاف محاسباتی بالای 5% بوده. من بودن 4-15 تا امروزش هم نگاه میکردم. نکته دوم، مسئله این هستش که الان از لحاظ این که رئیس جمهور چه بالاست چه پایین، این میتونه خیلی بهش صدمه بزنه. همیشه من میگم تا نوامبر، یعنی تا چند ماه بعد، این سکی میره بالا میاد پایین، خدا میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد تا اون موقع. یعنی باز این یک فاکتور هست ولی فاکتور نهایی نیست. ولی در نظر داشته باشید از همه بیشتر رو چه قشری میشه حساب کرد برای رای دادن؟ قشر مسن، همین که بالاخره اوقات فراغت بیشتری دارن، همین که سری دغدغه‌های سیاسی بیشتری دارن، همونطوری که از همه کمتر در ایالات متحده کشور غربی رو 18 سالا میشه حساب کرد رای رفتن. الان که از قشر مسن این همه دارد تلفات داده میشه، احتمال اینکه اینها علیه آقای ترامپ احساس نارضایتی بیشتری بکنن میتونه در یک سری ایالت‌های کلیدی شدیداً به نفع دموکرات‌ها باشه و اونها رو از آقای ترامپ در نوامبر برنجونه، مگر اینکه ایشون از ایشون نظر خیلی مثبتی داشته باشن در مدیریتش که تا حالا نظرسنجی ها اون رو نشون نداده. نوامبر که یاد میکنم برای شنوندگان ما در ایران که همون آبان ماه هست، 13 آبان ماه قراره که انتخابات برگزار بشه در آمریکا. ولی پیش از گفتگو با شما آقای آرامش گذاشتی داشتیم درباره اعتراضات مختلف کرونایی در آمریکا، بیشه تظاهرات راستگرایان به محدودیت‌های اجتماعی که در پی این همگیری پیاده شده روی هم رفته. اگه کوتاه بگین که این بحران چه تأثیری روی بخت آقای ترامپ برای برنده شدن در انتخابات میتونه داشته باشه، فکر می‌کنین بیشتر رأی بیاره یا کمتر؟ نکته کوتاه خیلی اولین، تجمعاتی که در ایالات مختلف بوده و اکثر هم ایالاتی بوده که فرمانداری دموکرات داشته، ایالات تظاهرات گسترده و چند ده هزار نفری و چند سر هزار نفر اینها نبوده، محدود بوده. اینا حتی به صورت بی‌طرفانه هم بخوام بگیم عجیب غریبی نبوده. یه سری طرفدارا، اکثرا طرفدار آقای ترامپ و جمهوری خواه آمدن، ولی اکثریت غریب به اتفاق خود جمهوری خواه هم به نظر بر این دارن که آقا خانه بمانید، همدیگر رو آلوده نکنیم. یکم. دوم، چه اتفاقی خواهد داشت اگر نظر قاطع بر این باشد، بر اون نظر مردم که آقای ترامپ خوب مدیریت کرده، اقتصاد هم بتونه دوباره بیاد به سر راه. الان 22 میلیون 21 میلیون نفر تو این دو سه ماه اخیر از کار بیکار شدن، اون موقع به نفع ایشون خواهد بود. ولی اگر نظر قاطع بر این باشد که نخیر، ایشون بد مدیریت کرده و ابراز مسئولیت و تقبل مسئولیت هم نکرده، سخت‌تر واقع خواهد شد. ولی باز میگم همه این اتفاقات شما در نظر داشته باشید، ماه نوامبر که انتخابات اولین سه شنبه برگزار خواهد شد، تا اون موقع اون چیزهای مهمن که به ذهن مردم خواهد بود. شما میتونید یک رئیس جمهوری مثل بوش پدر رو داشته باشید که سال قبل از انتخابات 92، سال 91، با یک ائتلاف 16 کشوری و 16 ملیتی و 40 کشوری با از لحاظ رزمی و غیر رزمی، صدام حسین رو در کویت ایشون چه کرد؟ شکست داد. ولی همون 8 ماه بعد به خاطر مسائل مختلف دیگه یک قهرمان انتخابات رو با آقای بیل کلینتون باخت. بسیار جالب و سپاسگزارم آقای آرامش. با آرش آرامش صحبت میکردم، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در واشنگتن آمریکا. از شما شنوندگان و بینندگان چشم‌انداز بامدادی بی بی سی هم انتظار همه جور دیدگاه ها رو دارم راجع به هر چیزی که در برنامه میشنوین یا حتی نمیشنوین. و همینجا درو میگم به محمد، هادی، نارملا، علی و مارلوک و دارا و شاهنشاه و همینطور خوب ابو نصر، کریس و خیلی خیلی زیاد از دوستان عزیز ما که در فیسبوک بی سی فارسی چشم‌انداز بامدادی رو دنبال میکنن، میتونن پای همون پخش زنده برنامه نظر بدن.
دیدگاه های شما در این برنامه. در تلگرام به BBC شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. از کرونا در افغانستان هم خواهیم گفت که با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 کمبود وسایل تشخیص کرونا در این کشور نگرانی‌های تازه‌ای به بار آورده. وزارت بهداشت افغانستان کمبود وسایل تشخیص ویروس کرونا را تایید کرده و شکایت کارمندان امور بهداشت را به جا دانسته، اما میگوید که قرار است امروز یعنی دوشنبه 5000 کیت تشخیص این ویروس که سازمان جهانی بهداشت فرستاده به افغانستان برسد. در افغانستان 63 مورد تازه ابتلا به کرونا ثبت شد که با این حساب شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در این کشور به حدود 1000 نفر رسیده. سجاد محمدی در این باره از کابل گزارشی دارد. در حالی که شمار افراد مبتلا به کرونا در افغانستان روز به روز در حال افزایش است، وزارت صحت عامه از کمبود وسایل تشخیص این ویروس خبر می‌دهد. شکایت از کمبود وسایل تشخیص این ویروس در ولایات مختلف نیز مطرح شده است. یکی از این ولایات هرات در غرب افغانستان است که تا هنوز بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا در آن به ثبت رسیده. محمد رفیق شیرزای، سخنگوی ریاست صحت عامه این ولایت، به بی بی سی گفت که به دلیل کمبود همین وسایل در روزهای اخیر موارد مشکوک کمتر آزمایش می شود. طوری که شما در جریان قرار دارین، کمبود مواد اختصاصی پروسس معاینات لابراتواری در اکثر لابراتوارهای افغانستان و به خصوص ولایت هرات مشکل جدی مواجه شدند و نهایتا ما امشب لابراتوار ما فعال خواهد بود و در قسمت ارائه خدمات برای پروسس معاینات فعالیت خواهد داشتیم، ولی خب روزانه بین 140 تا 200 تستی که عملا سمپل گیری میشه و نیاز برای پروسس داره، عملا نیاز هست برای از اینکه لابراتوار باید مواد اختصاصی برای دستگاه های پی سی آر وجود داشته باشه. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش ها را برای وارد کردن کیت های تشخیص کرونا از کشورهای دیگر آغاز کرده و در این زمینه پول کافی هم در اختیار دارند. وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری گفت که قرار است 5000 کیت تشخیص ویروس کرونا کمک تازه سازمان صحی جهان به افغانستان برسد. یک خبر خوشی است که 5000 اکستراکشن کیت فیلسه بخیر از طریق سازمان صحی جهان به وزارت صحت عامه دادن شد. خود ما در تلاش در صحبت با فروشنده‌های بین‌المللی است. پول است برش، پول است که صرف خریداری بکنیم چون کمبودش در تمام دنیا است. بر اساس گفته‌های وزارت صحت عامه، تا اکنون بیماری کووید 19 در 30 ولایت افغانستان گسترش یافته است. این وزارت میگوید که در 24 ساعت گذشته 63 مورد تازه این بیماری ثبت شده که 31 مورد در کابل، 16 مورد در بلخ، 6 واقعه در کنر، 4 مورد در هرات، 3 مورد در بغلان و 1 مورد دیگر در ولایات فاریاب، لغمان و جوزجان بوده است. با این حساب شمار افراد مبتلا به این بیماری تا امروز به 996 نفر رسیده است. با گفته وزارت صحت عامه، تا هنوز 33 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور جان داده و 131 تن دیگر بهبود یافتند. سجاد محمدی از کابل گزارش می‌داد. در بامداد دوشنبه 1 اردیبهشت 20 آوریل نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان از چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. اندرو کومو، فرماندار نیویورک آمریکا، ایالتی که بیشترین آمار مبتلایان و قربانیان کرونایی را دارد، گفته که به زودی کارزار سراسری آزمایش پاتن کووید 19 را آغاز می‌کند تا مشخص شود که چه تعدادی از مردم این ایالت به ویروس کرونا گرفتار شدند، به گونه‌ای که 14000 تن در هفته تست بدهند. تازه ترین آمار ویروس کرونا در ترکیه نشان می‌دهد که موارد ابتلا به کووید 19 در این کشور از چین، خاستگاه ویروس جدید کرونا، پیشی گرفته با بیش از 86000 مبتلا، بالاترین آمار رسمی در سراسر آسیا. و بنا به آمار وزارت بهداشت ایران، دیروز 1343 تن دیگر به جمع مبتلایان به کووید 19 پیوستند و 87 تن جان باختند. بدین گونه بنا به آمار رسمی، شمار مبتلایان در ایران به 82211 تن رسیده و 5118 تن هم جان دادند. خب همین اینها رو در نیمه اول برنامه داشتیم، یعنی در نیمه دوم مطالب تازه تری براتون تدارک دیدیم. از سعدی شیرازی میگیم که امروز روز اوست، سعدی در موسیقی، و همینطور گفتگوی زنده خواهیم داشت درباره جایگاه سعدی در جهان و موضوعات دیگه. به کرانه های رود آهو هم میرسیم که
به ترانه هاش گوش بدیم. دنیای ما دنیای فانی است، غم های ما درد نهانی است. با این آرزو که در این دنیای فانی به گفته ولیجان عزیزوف هیچ غم نهانی نداشته باشین، تا حدود 20 دقیقه دیگه میرسیم به از دو سوی آموی این هفته، اگه با ما بمونید. همانگونه که از آغاز برنامه گفتم و دو بار هم اشاره کردم، امروز نخستین روز اردیبهشت مصادف هست با روز سعدی شیرازی، روزی که 18 سال پیش مرکز سعدی شناسی در ایران به عنوان روز سعدی ثبت در گاه شماری ما کرده و اکنون نهادهای فرهنگی در سراسر حوزه فرهنگی ایران زمین امروز را به عنوان روز سعدی شیرازی تجلیل میکنن. سعدی در موسیقی ایرانی هم حضور چشمگیری داشته، همه میدونن، و نگاه فرج بالافکن در این گزارشش به همین بُعد است، حضور سعدی در زندگی ما و شماست. محمد رضا شفیعی کتکنی، استاد برجسته ادبیات فارسی، در مقاله‌ای از کتاب قلندریه در تاریخ در باب سعدی در سلاسل جوانمردی از جمله چنین نوشته: هیچ کس در این تردید ندارد که خداوند در سرشت سعدی جوهر شاعری را در حد نهایی آن به ودیعت نهاده بوده. با این هم اگر محبوبیت و سلطنت هنری او را در طول این 8 قرن حاصل این امتیازات او بدانیم، به تعبیر آقای کتکنی به تمامی حقیقت اشاره نکرده ایم، چرا که یک نکته برجسته را از یاد برده ایم و آن این است که در هنر سعدی چیزی وجود دارد که دیگر بزرگان ما از آن کمتر بهره داشتند و آن آزمونگری و تجربه گرایی سعدی است. شاهد این سخن تأثیری است که موسیقی دستگاهی ایران از اشعار سعدی برگرفته. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، بگذار. گوشه چهارپاره در موسیقی ایران با این غزل سعدی که فی‌الحال از محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران در مرکب‌خوانی دستگاه نوا میشنوید، اثری است از گروه عارف به سرپرستی زنده‌یاد پرویز مشکاتیان که در مقام‌های مختلف هم اجرا شده و سینه به سینه تا به امروز به ما رسیده. دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده به نام موسیقی ایران، در این باره به ما میگوید: سعدی بیش از شاعران همتراز خودش و غزل سرایانی در این سطح، هم اخلاق مداره، هم مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه، هم مسائل سیاسی رو گاهی وقتا مطرح میکنه، هم کلام شیواست، و این اخلاق مداری به خصوص باعث شده که بیشتر هنرمندان به سراغ این برن، به خاطر اینکه جامعه ما همیشه نیاز داشته به این که بگه که موسیقی ما موسیقی فاخری است. مثلا غزلی میگه: لاوبالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. خب این مثلا واقعا این یه مورد اجتماعی و اشاره به مواردی است که جامعه ما گاهی ازش رنج برده، یا جوامع انسانی کلا ازش رنج میبرن. یه جای دیگه سیاسی میشه، میگه: از دشمنان برن شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا برید. اتفاقا این شعر رو من خودم شخصا کار کردم و در سالهای جوانی یکی از برحال تصنیفایی هست که یه جوری برای من یه اعتباری ساخته بین شنوندگان خاص موسیقی ایران. برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز، که این تصنیف رو ما در اون گروه دستانی که اون سالها درست کردیم و با صدای ایرج بسنامی، یاد شاد، واقعا ایشون در اون زلزله بزرگ بم متاسفانه فوت کردند و در واقع در موقعیتی که میتونه حالا ایشون
آوازش تاثیرگذار باشه در موسیقی ایران. و یا سعدی عاشق که آقای متبسمان را چنین برای من بازگو کرد. میگه در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. هم معنویه در واقع، هم میتونه در واقع خیلی عشق الزاماً همیشه آسمانی نباشه، بلکه اگر یه انسان هم مثلا با این شعر عاشق میشه، این شعر رو بتونه بخونه برای معشوقش، برای یارش. این شعر رو من کار کردم که در اون مجموعه گل بهشت با صدای خانم پریسا ارائه شده. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو سعدی در سفرهای گوناگونش و دیدارهای متنوع و تن به پیشه‌های مختلف دادن خیش در متاوی گلستان و بوستان و دیگر آثارش پیوسته ما را آگاه کرده. و آقای شفیع کتکنی در همان مقاله‌ای که در ابتدای این گزارش ذکر آن رفت چنین نوشته: یکی از گوشه‌های پوشیده مانده تجارب و معاملات گوناگون سعدی در آفاق حیات این است که او یکی از ستایشگران آیین جوانمردی است. نفس و آواز بانو پریسا بود که میدمی در پایان گزارش فرج بارفکن. بسیار زیبا درباره سعدی در موسیقی افشین در این باره نوشته که به به چه شود شعر سعدی، صدای استاد شجریان و گزارش آقای بلفکن. به مناسبت روز سعدی شیرازی که همین امروز هست این گزارش رو داشتیم و به همین مناسبت سراغ استاد ممتاز ادبیات پارسی در دانشگاه مریلند آمریکا رو بگیریم، احمد کریمی حکاک. ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست، به قول شیخ اجل استاد حکاک که روی خط تلفن با من هستید، هرچند به وقت شما در آمریکا شبه. چند دقیقه فرصت داریم که از کسی بگیم که بسیار دوستش داریم، از سعدی شیرازی، اما دلیل این دوست داشتن چیه به نظر شما؟ بذارین با نصر مسجع گلستان ازتون بپرسم که ما پارسیگویان که هزاران چام سرای داریم یا داشته ایم، چرا دل به سعدی باخته ایم؟ راز محبوبیت اوی در این برزن کوی چه بوده؟ خب بله، واقعا سعدی بزرگترین به کار برنده زبان فارسی است. شما درست گفتید، یعنی واقعا این، من گاهی میگم که ما دو معشوق داریم، یکی ایران یکی زبان فارسی. چون ایران جسمیت داره و نقشش همه میدونیم و در اون گوشه غربی آسیا خف کرده، همه میشناسیمش، ولی زبان فارسی رو به عنوان معشوق دیگرمون اونقدر که باید نمیشناسیم. سعدی اگر عظمتی داره، اولا به دلیل استادیش و زبردستیش در کاربرد زبان فارسی است، و ثانیا به دلیلی که شما گفتید جوانمردی، فتوت و همه خصلت هایی که از عشق زاده میشه، خصلت های خوبی که از عشق زاده میشه، سعدی در حقیقت نماینده همه اوناست. و این عشق، عشق مجرد آسمانی هم نیست، عشقی است همینجا و هم اکنون. حالا این عشق میتونه از پدر به فرزند، از فرزند به پدر، از معشوق به عاشق، از عاشق به معشوق باشه، انواع و اقسامش هست. ولی این عشق رو چون ما بیشتر در دوران خودمون زمینی میبینیم، سعی میکنیم کسانی که دوست میداریم از این گونه عشق منزه بدانیم و این خطای ماست، خطای سعدی یا حافظ یا رودکی یا هیچ کسی دیگری نیست. این خطایی است که ما میبینیم در محدودتر کردن مفهوم عشق، حالا که برای این بزرگان و برای همه شاعران زبان فارسی واقعا عشق در همه تجلیات خودش قابل ستایشه. همین ساعت پیش آقای حکاک مقاله‌ای رو می‌خوندم از یک مجله آمریکایی که توضیح می‌داد که چرا در بحبوحه بحران کرونا باید بیش از پیش به سعدی شیرازی رجوع کرد، در مجله The Conversation که بیش از دو هفته پیش پدرو سانچز، هم می‌دونیم که نخست وزیر اسپانیا، با قرائت ابیاتی از سعدی شیرازی به زبان اسپانی مهلت قرنطینه رو در این کشور برای مدتی تمدید کرد و این ابیات رو همه می‌دونن بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش گوهرند،
گروه راک انگلیسی Coldplay هم درست 5 ماه پیش آلبومی رو منتشر کرد که همین بنی آدم رو برای نخستین بار حتی به خط فارسی نوشته بود در این آلبوم جدیدش. میخواستم ببینم که آیا هیچ کسی در جهان به این شیوایی مضمون همبستگی انسانها رو بیان نکرده پیش و پس از سعدی که این همه بهش توجه میشه. کوتاه لطفا. تصویر واقعا زیباییست و تصویریست که از زمانه خودش بسیار پیشه، یعنی تصویریست که میشه گفت ازلی ابدیست به مفهومی، و ما این تصویر رو باز باید در اون با اون بزرگی و شکوهی که سعدی میگه دریابیم. یادمون باشه که سعدی در همین شعر در خط سوم تو که از میگه تو که از مهنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامد نهند آدمی، یعنی این غم دیگری رو داشتن بخشی از آدمیت ماست و این گونه آدمیت، این گونه انسانگرایی چیزیست که سعدی بسیار از بیش از دیگر شاعران به زیبایی و با زیبایی گیرنده تری بیان کرده، ولی خب ما این رو هم خدشه کردیم، انداختیم بشه در حقیقت محدود کردیم مفهوم عشق و همبستگی انسانی رو اونطوری که این مرد باز میگه. ضمناً این مطلب هم گفتن داره که در همین شعر سعدی و در بسیاری از دیگر از نمونه های شعر فارسی اعضای یک پیکرند، یعنی باید اعضای یک پیکر باشند، چون اساساً شعر کلاسیک فارسی مقالی یا گفتمانی است آرمانی که از آنچه باید باشد سخن میگه، نه چندان از آن چیزی که هست. بی تردید سعدی بیش از همه ما آگاه بوده که در شیراز زمان خودش هم همه بنی آدم اعضای یک پیکر نبودند، ولی این که هستن میخواد یک باید باشد رو به صورت هست جلوه، یعنی در نهایت کمال انسانی خودش این جلوه رو به خودش میگیره. ای کاش فرصت بیشتر بود که با هم بیشتر صحبت میکنیم. به شخص بسیار بهره بردم. آقای حکاک، با احمد کریمی حکاک صحبت میکنم، استاد ممتاز ادبیات پارسی در دانشگاه مریلند آمریکا، درباره روز سعدی که همین امروز هست. و حالا چند خبر دیگر هم داریم از ایران در یک نگاه با جلال فرهنگ. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران به بیانیه 5 روز پیش نیروی دریایی آمریکا واکنش نشان داده و گفته به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای و خطرناک ناوگان آمریکا گشت‌های دریایی خود را افزایش داده است. هفته گذشته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای گفت که 11 قایق نیروی دریایی سپاه چند بار به کشتی‌های جنگی آمریکایی نزدیک شدند و با انجام مانورهای خطرناک با سرعت زیاد از جلو و عقب این کشتی‌ها رد شدند. در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه روایت آمریکا از این مسئله نادرست و هالیوودی توصیف شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز برای دیدار گفتگو با مقامات سوریه عازم دمشق می شود. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف در این سفر یک روزه با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار خواهد داشت. و تعدادی از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران به تهیه آیین‌نامه‌ای انتقاد کردند که می‌گویند اجرای آن سبب از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلایی دادگستری می‌شود. امضا کنندگان نامه نوشتند تهیه پیشنویس جدید آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا توسط بخش‌هایی از قوه قضاییه و بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی انجام گرفته است. در این نامه آمده که برای تحقق دسترسی مردم به وکیل مستقل باید یک سازمان مستقل و غیر وابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره و بر رفتار آنها نظارت کند. با چشمانداز بی بی سی فارسی هستید و بسیار سپاسگزارم که با ما هستید و حتی پیام هم میفرستید. از تلگرام میخونم، از زهرا که میگه که حکومت ما مثل 40 سال گذشته میخواد بر اساس آزمون و خطا مردم رو نمونه ی آزمایشگاهی کنه، یعنی حرمها و مکانهای عمومی را باز کنه، اگر تلفات زیاد شد دوباره کمش کنه. این مدیریت آخر زمانی به نظر زهرا خاص جمهوری اسلامی است. فردین میگه که متاسفانه دولت در ایران گزینه آزمون خطا را به دلیل نداشتن علم دولتداری در بین دولت مردان سال هاست که بهترین گزینه است. به همین دلیل همیشه زیان اصلی متوجه ملت ایران. به نظر فردین میگه که دولت میگه بازگشایی میکنیم، اگر ملت تعداد تلفاتش رفت بالا میبندیم، دوباره اومد پایین باز میکنیم. این هم از فردین بود. اف ای خیلی خیلی ممنون، سپاس فراوان از لطفی کردین. سروش میگه که
سلام، اینها با ارائه اپ شاد خودشون رو فقط خوشحال کردند، نه ملت رو. علی میگه که عجیبه، حکومت ایران حرمها رو باز میکنه ولی حوزه های علمیه تعطیل است، این چگونه باوریست؟ اگر حرم و اجتماع مذهبی برای سلامت مردم خوب است، قطعا تجمع و کسب علوم دینی هم برای مسئولین و روحانیون ما خوب خواهد بود. اگه فرصت شد به فیسبوک هم خواهیم رسید. فعلا از ورزش بگیم. خبرهای ورزشی امروز رو در آغاز درباره باشگاه فوتبال نیوکاسل انگلستان صحبت بکنیم با علی آخوندان. دیروز روزنامه موندو دپورتیوو چاپ اسپانیا نوشت که نیوکاسل، باشگاه حاضر در لیگ برتر فوتبال انگلیس، به دنبال جذب آرتورو ویدال، هافک شیلیایی 32 ساله بارسلونا است و همچنین میخواد مکس الگری رو سرمربی پیشین یوونتوس رو جانشین استیو بروس سرمربی کنونی خودش بکنه. اما اون چیزی که این خبر رو جدا میکنه از سایر شایعات مربوط به فوتبال معنای خاص بهش میده اینه که بدونیم نیوکاسل گفته میشه که مایک اشلی مالکش بعد از 13 سال داره این باشگاه رو به یک شرکتی میفروشه که این شرکت مرتبط با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هست و گفته میشه که مبلغ این قرارداد هم 300 میلیون پوند هست. خب اگر این اتفاق رخ بده دوباره باید منتظر یک منچستر سیتی جدید و یا یک در واقع میشه گفت به نوعی چلسی جدید در فوتبال لیگ برتر انگلستان باشیم و باز هم شاهد شاید بشه گفت خرج‌های هنگفت و مبالغی که سخت میکنه رقابت تیم‌های دیگر رو با تیم نیوکاسل. و علی، از وین رونی ستاره فوتبال انگلستان هم بگیم بابت مساوی دیروزش. دیروز وین رونی بهترین گلزن تاریخ فوتبال تیم ملی انگلیس و باشگاه منچستر یونایتد مساوی کرد و گفت که خودش رو یک گلزن مادرزاد نمیدونه و خودش رو قابل مقایسه با بازیکنانی مثل گری لینکر و رود فان نیستلروی نمیدونه. رونی 253 گل برای منچستر یونایتد زد و 53 گل هم برای تیم ملی فوتبال انگلیس. در مورد رکوردش در تیم ملی گفتش که به نظرش هری کین میتونه این رکورد رو بشکنه و گفت خوشحال میشه اگر این اتفاق بیفته. گفت برای شکسته شدن رکورد بابی چارلتون 50 سال زمان برد و امیدواره که این بار انقدر طول نکشه. رونی بازیکنی بود که در 16 سالگی در اورتون مطرح شد و بعد هم به منچستر یونایتد رفت. در سال 2004 و 559 بار پیراهن این تیم رو پوشید. رونی همچنین 120 بازی ملی هم در کارنامه خودش داره. والا ایستگاه آخر دوشنبه ها تا برنامه چشم‌انداز بامدادی دل به دریا میزنیم، به آمودریا و کرانه های اون با ترانه هاش با راهبلدی زیورش محمد در دوشنبه. درود بر شما، زیورش محمد هستم با برنامه از دو سوی آمو با تازه های موسیقی تاجیکستان و افغانستان. دلم شکستی پروا نداری، از من بیرستی، وفا نداری. و دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، یک سوم از جمعیت جهان در قرنطینه قرار دارند. تعداد بسیاری از کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری در سراسر جهان نیز لغو شدند. دنیای ما دنیای فانی است، غم‌های ما کسی پروا نداری، از من بیرستی، وفا نداری. دلم شکستی پروا نداری، از من بیرستی، فردا نداری. آهنگ تازه را از ولی جان عزیزوف زیر عنوان درد نهانی میشنوید که قرار بود در اوایل ماه مارچ به بازار عرضه شود، اما به دلیل محدودیت ها و بستن استودیوها این آهنگ همین چند روز قبل منتشر شد. زخم زبان و خنجر از بس که خورده بودم، عاشق اگر نبودم تاها مرده بودم. دنیای موسیقی همیشه رقابت‌های خود را داشت، گاه سالم و گاه هم ناسالم.
چرا این آهنگ آریانا سعید این همه غوغا برپا کرد؟ تعدادی از علاقمندان آریانا سعید و شریف ساحل که همچنان این آهنگ را اجرا کرده است در صفحه اجتماعی یک دیگر را به کپی خوانی متهم میکنند. کدام آوازخوان، آریانا سعید و یا شریف ساحل این آهنگ را اولی شده اجرا کرده؟ از روی تاریخ ضبط و پخش آهنگی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است دیده می شود که آهنگ زخم زبان و خنجر یک سال قبل از سوی شریف ساحل در کانال کام استودیو نشر گردیده است. اما شریف ساحل این آهنگ را با استفاده از شعر مکمل زخم زبان و خنجر دکتر سمی حامد اجرا کرده و موسیقی اش نیز کاملا متفاوت است. اما قبل از آریانا سعید و شریف ساحل یکی دیگر هم بوده که این آهنگ را اجرا کرده است. من زنده بودم اما انگار مرده بودم، از بس که روزها را با شب شمرده بودم، یک عمر او را تنها تنها به جرم این که او سر سپرده میخواست من دل سپرده. هومن بختیاری آوازخوانی ایرانی که چند سال قبل آهنگی را زیر عنوان دل سپرده اجرا کرده بود. موسیقی این آهنگ را حمیدرضا صدری ساخته، شعرش به قلم شاعر ایرانی محمد علی بهمنی تعلق دارد. در ذره ای بگنجم از بس که خیشتن را در خود فشرده بودم، یک عمر دور و تنها تنها به جرم این که سر سپرده میخواست من دل سپرده بودم. اوستا یارزاده یکی از آوازخوانهای جوان افغانستانی که در هلند کار و زندگی میکند. اگرچه اوستا فارغ التحصیل دانشگاه آمستردام در رشته طب معالجوی است، اما علاقمندی زیادی به دنیای موسیقی و آوازخوانی دارد که اخیراً چند آهنگی را از آلبوم جدیدش زیر عنوان روبرت به معنای باززاد و یا تولد تازه و یا تجدید حیات که در سالهای مختلف این آهنگ‌ها را اجرا کرده است با یک پیام صوتی به علاقمندان برنامه از دوستوی آمو برایمان فرستاده است. سلام و درود به همکاران بی‌بی‌سی ویژه برنامه از دوستوی آمو. با کمال سپاس می‌خواستم از این فرصت استفاده نموده و یکی از آهنگای خود را باعث توفه کوچک تقدیم شما و شنوندگان عزیزتان نمایم. کارهای جدیدم به زودی به خدمت شما قرار خواهد گرفت، البته با همکاری همیشگی را مینیمم سو پروڈکشن، میوزیک لب و استودیوی زرنگار. با امید جانجوری و صحتمندی دور از ویروس کرونا، لطفا مواظب خود و عزیزانتان باشید. با احترام آغستا یارزاده. بون که پریشان شود سرما به چشمت بکش، وای وای زینت چشمان شود. لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران، دی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان. لیلی 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 سهرا او لیلی لیلی شمع محفل ها روز لیلی در بر مجنون آیا در عاشقی صبر و تحمل. آهنگ لیلی از اوستا یارزاده اوایل سال سپری شده این میلادی از سوی شرکت رامین منصور به بازار ایراد شده است. لیلی لیلی بودی یارم یارم بی تو لیلی هر دم زردم زارم، دل خود شدم بی تو مجنون شدم بی تو، دل خون شدم بی تو مجنون شدم بی تو. لیلی 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 تو را هر شب چرا در خواب بینم، چرا با یادی تو شفا نشینم، گلی روی تو را هر لحظه جویم و وسط قصه ای عشقت بگویم، گلی روی تو را هر لحظه جویم و وسط قصه
زیباشای محمد بود با از دو سوی آموی این هفته. در پایان این ساعت از چشمانداز بامدادی بی بی سی به همراه محمد سبایی و پیتر اشفورد، من داریش رجبیان از همراهی تک تک شما سپاسگزارم.